با استفاده کردن از کلید W، فرمان کویک سلکت و شیفت به علاوه W، ماجیک وند یا کویک سلکت میتونه برای من فعال بشه. من از اولین فرمان یعنی فرمان ماجیک وند میخوام شروع کنم. با استفاده کردن از ماجیک وند و یه دونه تکیلی کردن توی صحنه میتونید محدوده ای رو بیاین به حالت انتخاب در بیارین. الان نگاه کن، من اینجا سلکت سابجکت رو میزنم، خودش میاد موضوع اصلی رو برای من تشخیص میده و سعی میکنه که خیلی دقیق موضوع رو برای من انتخاب کنه. فتوشاپ ورژن جدید فوق‌العاده تغییرات خوبی رو داشته بچه ها. متوجه شدیم؟ زمانی که شما داخل صفحه پراپرتی بیاین نگاه کنید، یک سری اینجا گزینه‌هایی میده. فرض کن های کوالیتی پریویو، یه خورده کیفیت پریویوش رو بالا میبره، خیلی مهم نیست. یا نمیدونم مثلا شو اورجینالی که این قسمت وجود داره، اون حالت اولیش رو میاد برام یه لحظه نشون میده، دوباره چکش رو برمیدارم، حالت جدیدی که درست کردم رو میتونم ببینم. یا گزینه شو ایجی که وجود داره میاد این لبه ها رو دقیق تر به نشون میده. زمانی که شما فرمان کویک سلکت رو فعال میکنی، یادت باشه که خودش به صورت اوتومات مثلا این محدوده رو انتخاب کردی، برای محدوده بعدی نیازی به شیفت نداری، یعنی مثل ماجیک وند و لاسو و غیر و ذالک نیست. همینجور کلیک میکنی محدوده های بعدی. یه زمان هست من میخوام این پرسوناژ رو از این صحنه حذف کنم. خیلی کار سختیه نه؟ من میتونم با استفاده کردن از ابزار لاسو تول بیام محدوده ای رو که میخوام انتخاب کنم. مثلا فری هندش رو انتخاب میکنم، این محدودهش رو نگاه کن انتخاب میکنم. دقت کن، من انتخابم انتخاب اصلا دقیقی نیست. یه ابزار خیلی به درد بخوری که بچه ها توی فوتوشاپ CC 2019 V20 اضافه شده کانتنت اوارد فیله که قدیمم بود، اما این کانتنت اوارد فیل اینجا اخیراً اضافه شده. این با اون کانتنت اوارد فیل های قدیم متفاوته. الان که این اتفاق افتاد، من میتونم بیام با استفاده کردن از این براش منفی و مثبت تعریف کنم با این محدوده سبز رنگ، بگم اطلاعات پر شدن این محدوده رو از کجا بیاره. مثلا از آسمون که نمیخوام، آسمون رو حذف میکنم. همینجور که ما یه خورده بیاییم اطلاعات بیشتری بهش بدیم و دقیق ترش کنیم، این انتخاب ما انتخاب دقیق تر و بهتری اصلا دیگه فوق‌العاده شد دیگه، من فکر کنم دیگه دستش نزنم. خب اطلاعات دقیق تر و بهتری رو میاد به ما میده.